ببخشید برام الان چه غلطی بکنم؟ برام الان ستوده اونجاست. الان ستوده تو حیات من چه غلطی بکنم؟ چه غلطی؟ الان سرنگ کجاست؟ آقا چیزی نشده که سرنگ باقات رفتن دنبال وسایل موتورخونه، ولی فکر کنم پیچیدن جواب تلفن نمیدن. گریه کنی رفتم. گریه کنی رفتم. متنفرم وقتی گریه میکنی. یه لحظه وایسا. الان من برام مشکل پیش میاد عزیزم. مشکل پیش میاد اتفاق نمیفته. قربونت برم اضافه خدمت، حبس اعدام. چه نمیفهمی حال منو؟ من الان تو دلم آشوبه بهرام. آقا جان دیگه اصلا من هیچ درخواستی ندارم. فقط یه با این حرف بزنه با آبرو نره بگه این فرمانده. چه تناقضیه؟ این وحشیایی بعد گریه میکنی. واقعا سختمه. گریه نکن. دیوانه ای یا یه فکری دارم برات. چه فکری برام؟ یکم غیر منطقیه ولی انجامش میدیم. قبل از اینکه سرهنگ بیاد باید آماده بشیم. برام همیشه به بودن دلم قرص. گریه کنی با کله میزنم تو صورتت. من میگم به فسد خواش پدر پدرت هم در بیاره. خب بیداد بیداد خواهش میکنم بفرمایید تو اتاق تو، ما خودمون حلش میکنیم. خانم از صبح تاره داره دادی بیداد میکنه، کل ساختمون رو گشته روشترش. من نمیفهم همه تهمت رو به من میزنه. بذار من ببینم چی میخواد بگه. ازتون خواهش میکنم سر به سرش نذارید. خب شما یه چیزی گفتین به گوشش رسیده، الان شده مثل اسپاند رو آتیش دیگه. خانم من حرف بدی ندادم که. شما رو میاد با آقای دلپاک میان جگری میکنن درستش میکنن. چی میگه؟ خواهش میکنم شما بفرمایید اتاقتون. مگه قرار نشد هیچی نگی؟ بفرمایید جان. فقط به خاطر شما میخوام. بفرمایید تو رو خدا. خواهش میکنم شما آموتو برده ببر. وای خدایش معلومه سر چه اتفاقی برای من میفته. ستوده بیرون تو حیات، کل سراتو داره میره بیرون، آبروی من رفت. آقا من خودتونم داد نزنید. خودتونم راست میگید، خودی بیشتر خودی داد بزنید به خودم. آبروی بچه هم رفت جای فرموندهش. چه فرمونده قد باید امروز بیاد اینجا. مامان که برای بچه کار کنم. بیبریم برش ما چای بریم. قربون این جناب سرنگ قلدری خودمون برم. آقا بابا اومدم ببرمت بگردونمت. هستی؟ نه من هستم پیش شما، زحمت نکش. میخوام بریم من فوتبال بازی کنم. میخوام بریم قدم بزنیم. فوتبال دوست داری یا نداری؟ ها فوتبال دوست ندارم. فوتبال پارمیدا خانم جیغ میزن. پارمیدا رو دوست داری؟ عیدی علامت مشخصه. دوست دارم برم با آقا بهرام قدم بزنم. آقا بهرام شوخی نکنین باش. شوخی نکنین. عکس حالا من. حرف آقا بهرام هم گوش کن. شوخی بکنی. نه شوخی با هم نمی کنیم. شوخی نمی کنیم. الحق که این خونه دیوونه خونه است. میبینی؟ اوی چه خبره؟ نردسی موبایلت زنگ میزنه. یا خدا یکی به ما کمک کنه اردشیر موبایلت کمک. آقای اردلان خان شما اگه به حرف من گوش کنی اون کاری که من میگم بکنی. گوشو بیار عزیزم. من که میدونم دل تو کجا گیره پیش خاور. خاور نه پار میدارم. ما که میدونیم دوستش داری. ببین اگه به حرف ما گوش بدی من یه کاری میکنم. برین سر خونه زندگیتون خوبه. من میرم سر خونه زندگیمون. ما میریم سر خونه زندگی. اما تو دروغ میگی. من دروغ میگم. مشخصه
علامت مشخصه هم احساس دارم. ببین چقدر دوستت دارم. ببین برای کتا بردن سردت نشه. ببین تو همه مشخصه های آدمی که قرار زن بگیره رو داری. اولیشی آقای آرمان انگیزه کوه انگیزه هست نیست. زنه هم که نامزدش جدا شده. اگه مشکلش جدا شده بله دیگه. مشکل چیه؟ چی؟ دیگه مشکلی نیست. مشکل داداش اردشیر که با علامت مشخصه اینطوریه داداشش. یه کاری میکنم خودش بیاد خواستگاری. خودش میاد خواستگاری. حالا گوش کن ببین من چی میگم. این دوست من که دوست تو هم هست الان تو حیات نشسته. ما با هم میریم پیشش. هر چی که من گفتم و تو تایید میکنی. هر چیزی که تو گفتی من تایید میکنی. نه تو هیچ تایید چی هست؟ اوه نمیدونی برای ستودا برای ما اینه. برای ستوده آوردم. برای چی داری میخوری؟ بله کجا برم از بیارم براش؟ من برای کینجام لعنتی نمیخورم. برای یه چایی کیک دوتا کشمش توشه. گوش بده آقا اردلان ببین چی میگم. میری میگی که آرمان رو منتقل کنید همین کلانتری این محل. چی میگی بهش؟ چی میگی؟ آرمان رو منتقل کنید. اجازه بده. چی میگی؟ به نگهبانی سر کوچه انتقال پیدا کنید. تو اصلا از خودت یه چی نکن. بگو کلانتری محل. آرمان رو منتقل میکنید کلانتری این محل تمام. آرمان رو منتقل میکنید کلانتری این محل تمام. لعنتی لعنت. آقا یه لحظه باید اجازه بدی. آرمان جان آقای اردلان شما زن بگیر نیستی. من خودم هم زن بگیر چی میگی؟ میری میگی خیلی میری میگی آرمان رو منتقل کنید نگهبانی. اصلا اونم ولش کن. آرمان رو منتقل کنید سر کوچه کلانترین هم ولش کن. کلانترین سر کوچه نه اصلا. آرمان رو منتقل کنید سر کوچه تمام. آفرین تمام. نمیگی ولی میگی آرمان رو منتقل کنی سر علامت باشد. تو اصلا کلاشم کلا رو من برد. نه تو اصلا میذارم با فاصله. نها کن اینجا میگی نه میمیرم مرا در دلان. میمیرم مرا این آقا بریم من برم عملش کنم. یه ماچ بریم یه برو سلام علیکم خیلی خیلی خوش آمدی واقعا. سال نوتونم باز مبارک باشه. هر روزتون نوروز. یه وقت زحمتای آرمان ما گردنه پادگانه. خوب هستین استاد؟ خوب. آید دلپاک. خوب هستم. خوب. خیلی خوب هستم. باور کنید از موقعی که من متوجه شدم خلیل‌زاده با شما همسایه است، هر روز بهش یادآوری میکنم که یه برنامه بذاره من شما رو ببینم. یه برنامه خیلی خوب. برنامه یعنی الان منم یادشون نمیاد؟ گذشته دور و یادشونه، گذشته نزدیک و یادشون نیست. جناب سرنگ من یادتونه؟ ستوده هستم، همونی که نجاتش دادی. من بشین قربونت برم دورتون بگردم. جناب سرنگ جان قربونتون برم. من ایشون سکته کرده کرکه نشده. یکم آرومتر باشد بزنی خودش. شما استاد چت‌بازی ما بودی. ایداد ما رو از ژاندارمری فرستادن پیش شما دوره ببینی. روز امتحان من پریدم چترم باز نشد. شما بلافاصله پریدی منو بغل کردی و چت رو با کردی. من بغل نکردم داداش اردشی. داداش اردشی چند شخصیتی شدن. بعضی موقع میگه من داداششم،
من خودم دیدم، گفته خواهرش مثلا. ای وای ای وای، اصلا باورم نمیشه اون نظامی رشید و با دیسیپلین به یه همچین حال روزی افتاده باشه. واقعا البته که واقعا هنوز حواسشون جمعه ها، یعنی بعضی وقتا یه درخواستایی ازمون میکنن که آدم میمونه توش و حساس هم شدن رو اینکه حتما باید درخواستاشون عملی بشه و اگر نشه میرن تو اتاق و 10 روز لب به هیچی. شما هم به دلش را بیاید دیگه، این آخری هر چی میخواد براش فراهم کنید. چه فرمایشی شما میفرمایید؟ ما همه جور با همه چیشون داریم را میایم. سرهنگ کاری نداری برات انجام بدن؟ هر کاری داشتی من در خدمت دارم. این چیز گفتم لامسه حساس. خب فرمودن که اگه کاری دارین بفرمایید. کار رو اگه میشه. کاری ندارم من باید برم. من باید برم. شارو مردشی زنده ای، پاشو بیا، پاشو بیا کمکم کن. شارو ترکی پاشو بیا، پاشو بیا، سر من گیر کردی این وسط، وسط لولا گیر کردم، پاشو بیا کمکم کن. شارو مردشی شارو، اگه میلی بفهمه پدر منو در میاره. آی نگردار خودتو، آمدم آخه رفتی اون بالا چیکار؟ شیر فلکه این پایین بودم گازم. بیا دیگه مردشی، کردم کم نشد. بیا بابا از داشتن میکنی تو دست کلت میکنی لای لولا. آخه پاتو بذاره خفه نشی، پاتو بذاره. بیا بیا راستی شما نبودین یه صدایی از اون برا می اومد. چه صدایی؟ یه چی می گفت منم کمک، کمک هم کنید. آی مره باغ بغلیه، من بهت میگم این سیاه کاری برم جا باشه. خیلی خوب حالا. خب میگم آی دلپاک، یادتونه که میخواستین یه چیزی رو به آقای ستوده بگیم، به سرنگ ستوده جان؟ یه چیزی رو به سرنگ ستوده بگم. بله بله، رو منتقل کن. آفرین. آره میخواستی بگی چون من خیلی مراقب شما و حواسم بهتون هست، منو منتقل کنم به کلانتری سر محل، درسته؟ داداش اردشی، داداش اردشی برش کلام آقایی بیشانه به خرسن آقا آقا بگیم. بره هر چه دلش میخواد. میفهمم نزنی یا زد اردی، اردی جان، اردی کیانمو، کمو کیانمو، من سرهنگ ستوده رو با تیر زدم. من سرهنگ ستوده، بله من برادرشو، یعنی خانوم برادرشون هستم. خواستم ببینم امکانش هست که ما ایشونو برگردونیم آسایشگاه. آقای انتظاری بیان دنبال من. باشه باشه آقا اردلان، باشه. بله ایشون یه مشکلی با ما داره. بله میخوام ببینم میشه بیاین دنبالشو. آقای انتظاری بیان. باشه باشه آقا اردلان، اجازه بده، آروم باش.
آره میخوام خودتون بیاین ببرینش، بعد آره هزینهش هم هرچی باشه پرداخت میکنیم. بله بله. آدرس گوشی لطفا. مهری جان، مهری. آقا اردلان، آقا انتظاری که دوست داشتین میان دنبالتون. خوبه؟ دلم براتون تنگ میشه، جاشون خیلی خالی میشه. نه زن داداشه. مهری، مهری جان، مهری چطوران؟ بهتره. نگهبانه چی شد؟ نگهبانه که هیچی، سایه شد. اون از رفتار دیشبتون، اینم از امروزتون، بابا روی منو جلوی مهمونای خارجیم بردین. آخه چه مرگت شده آریایی؟ بابا چطوره حالا؟ بهتره؟ بابام که هیچی دیگه، اره کردن سرشو در آوردن. سر بابا تو اره کردن؟ سرش رو اره نکردن، لوله ها رو اره کردن. الان تو لوله در اومد؟ افتاد گیر مامانم. گیر مامان افتاد. با کدوم بهتر بود؟ لوله ها بهتر بود. ببخشید. بله بله، اینا از امروزتون. عمو میگم کم کم باید بریم دست و صورتتو بشوریم میان دنبالت. 0919-7897. این شماره کیه؟ سرهنگ ستوده. عذرخواهی کنم. این که تقصیر من بود، من ساچمه گذاشتم تو تفنگ. بعد اصلا شماره سرهنگ ستوده رو از کجا آوردین شما؟ توی کوچه به نگهبانی گفت شنیدم. عمو چرا ذهنتو با این عددا پر میکنی؟ چرا هی حفظ میکنی همه چیو؟ حفظ نمیکنم، حفظ میشه، حفظ میشه. اما یکم من نگاه کن، حالا من یکم طولانی تر نگاه بکن. ناراحتی امو؟ منو دیگه دوست نداری؟ دوست دارم. آقا بهرام هم دوست داری؟ دوست داری اینجا بمونی پیش ما؟ دوست دارم برم آسایشگاه، آقای انتظاری بیاد دنبالم، برم آسایشگاه. چرا اینجا رو دوست نداری؟ دروغ میگن. بله 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 جناب مشیری. نه جناب مشیری، شما نگران نباشید. بله اینا بالاخره جوونن، از گل همدیگه در میان. از قدیم گفتن اینجور دعواها نمک زندگیه. بله خیلی شور شد در آوردن. نه شما خیالتون راحت باشه، اگر پارمیدا خانوم یک قدم برداره، این نادرخان ما 100 قدم بر میداره. یک ضرب المثلی هست میگه از تو به یک اشاره از ما به پا دویدن. نه دیروز اینجا اصلا یک بحرانی بود، وضعیت ناجوری بود. من و این شاروخ گردن شکسته رفته بودیم توی موتورخونه، بزرگتری نبود که بحران رو مدیریت بکنه. البته بزرگتر بود بله، ولی به هر حال مدیریت نشد. هرتی جان. بله بله. هرتی ببخشی آقای خلیل‌زاده، شما دو نفری رو همدیگه احتیاج به مدیریت هر وقت میبینم بهت خندم. نشنیدم چی گفت. تو یه بی‌هنر، چجور تونستی گردن تو بکنی به این دو لوله؟ خیلی هنر. صاف رفتم بالا، تو برگشتن گیر کردم. ببینید اگر پارمیدا خانم اینطور که شما میگید انجام بدن، ما هم وسط رو میگیریم تموم میشه. بله. نه الحمدلله امروز آرامش برقراره، همه چیز بر وفق مراد. بله من و خلیل‌زاده هیچ گیر و گوری نداریم، قشنگ مشکل و بحران رو مدیریت میکنیم. دست شما دردم دوست. بله. داره بروی چشم بگیرم. بروی چشم. نه قربان، انجام وظیفه است. به هر حال شاعر میفرماید
ما برای وصل کردن آمده ایم، نه برای بله درست فرمودی. اردی جان، اردی، من از مشاوره های شما خیلی خوشم میاد، فقط خواهش میکنم زودی قطع کن، به همون بگو که چی شد. جلام باشی، من زودی قطع میکنم، بعدا با شما تماس میگیرم. از قول من دانیل رو ببوسید. بله قربان شما، خداحافظ. نه دانیال، دانیال خارجیش دانیله، من خارجیش رو گفتم. بگیم چی گونه نخوره نشوره دست نخور. وای تو رو خدا ول کن، این هی لقمه میگیری. خب دوست دارم چی میگه، چی گفت بالاخره؟ ببینید در واقع پارمیدا خانم دیروز پای تلفن با دانیال صحبت کرده، بهش گفته پدرت یک تیرانداز اجیر کرده میخواسته من رو بکشه. ذهن این بچه رو طفلک خراب کرده، بچه به هم ریخته. به هر حال شما که این خانم رو میشناسید، این خانم اصولا مدیریت بحرانش عالیه. درست میگم اردی جان؟ این داستان یه قدم برداره اینا چیه؟ گفته یه قدم برداره، اونم صد تا قدم برمیداره. آقای نادر خان گفت اگر خاور خانم، پارمیدا خانم 10 میلیونی که من روز اول بهش دادم برای این آپارتمان پس بده، من تا تهش میرم. میخواد درمنگین رو پس بده. چقدر خوب، چقدر خوب. نخور این کرر ها، نخور سمه نخور، بده به من. تو چرا قد خوشحالی میکنی؟ این بس کره میذار تو دهنت، کلسترولت بر بالا. خود 10 میلیون رو پس بده. من بذارم حالا بس کن، ولش کن. نه بلا این که نداره، ولش کن. صحبتش نکن. ببخشید، ببخشید، شما دو تا میخواین یه چیزی از ما پنهان بکنید. من دیدم به خدا زدی به بازوش دیگه. خودم پنیر گذاشتم دهنش، دست آقای دلپاک. من کور نبودم، دیدم داشتی میزدین دیگه. بگو شاهرخ. هرچی بذار بهشون بگم ها. بگو دیگه. بذار بهشون بگم، باوجود بهشون بگم که بفهمن در سطوح بالا چقدر کارا سخته. بله مشکلات به همین راحتی نیست که شما فکر میکنین. مشیر دوقلو زایید روزی که اومد این خونه را قرار داد ببنده، یه چک 20 میلیونی برای پس ورده داد به صاحب خونه. خب به این امید که بره از آقای هادیان بگیره. هادیان هم که تو زرد از آب در اومد، پولی نداشت بهش بده، رفت سراغ رفقاش. یکی رفته بود خارجی که هم دیگه بهش پول قرض نمیداد و اینا، بنده خدا موند. حالا از صبح علل طولو رفته بیرون دنبال پول. همین حالا اگه پولو جور نشه ما چیکار بکنیم؟ چی خواهی تو سرمون بدیزیم؟ اگر تا پس فردا این چکو پاس نکنه، ما بعد اینجا رو تخلیه کنیم. آه یعنی دوباره از باب کشی کنیم؟ حالا چی خواهی تو سرم؟ چرا مثل ماست مربا نشسته اینجا؟ یعنی ما دوباره باید اساسامون جمع کنیم بریم گوشه خیابون؟ به خدا من هنوز استخونم از سگ لرزه تو پارک داره میلرزه. خدا کریمه درست میشه. حالا فعلا که 10 میلیون جور شده دیگه، 10 میلیون دیگه هم جور میکنیم. چه جوری؟ تو بگو چه جوری؟ چه جوری؟ میگم ما شما خانما معمولا یه پولای این ور اون ور قایم میکنید. میشه لطفاً یه جوری کمک کنید؟ شاروخ من تو زندگی اگه بتونم 100 تومن 200 تومن کی میتونه 10 میلیون جور بکنه و قایم بکنه؟ داری زور میگی؟ نه مری خانم، منظورم که منظورم که به شما نیست که چون نگاه میکنی که انگار من چی به شما نیست که ای منم میگم اردی جان. جان شما میدونی من پولی که داشتم عرض کردم فرستادم برای دخترم که تو بیمارستانه، بقیهش هم اگه یادت باشه اون سویت رویالی که گرد توی هتل اینا دادم با اون که بعد رفتیم قبرستان. نه شاروخ که منظورش شما نبود، نه منظورش مهری خانم بود نه شما. چای ساعت میگم فرام خانم میگن ایوان چی کار بکنیم؟ ببخش مذهب خدا بزرگی درست میشه. چه خوشحال به خدا. ایشالله خدا درست بکنه. یعنی خدا از اون بالا برای ما پول میندازه؟ ای خدا یه سبد پول از اون بالا بنداز پایین تا این مهری خانم من به قلب پاک من ایمان بیاره. ای خدا. بهرام، بهرام جان زنگ میزنن، برو درو باز کن عزیزم. شیر بهرام، بنده خدا آقای نوری نسب خیلی منتظر شما بود. یه چند باری با من تماس گرفت، گفت پس چی شد این مشتری؟
منم که شما اعتماد چیز از شما نداشتم. ای یه روز نگهش داشتم تا خونه رو به کسی اجاره نده. پس چرا حالا در رو باز نمیکنه؟ خونه درندشته. یه نفر آدم حتما نمیشنوه. کثیف شد یا ببخش. من درجه رو گذاشتم رو 50. شما اگه اس کردین سردتونه ببریدش رو 60. این همون لولایی بود که آتش نشانی بریده بود؟ لولا به یعنی کلن عوضش کرد. دنت گم با تو یعنی بچه سرسری نیستی؟ نه من بچه غلکم. ام یکم آشنایی با گوگل که خونه انتخاب نمیشه. اومدیم و شما نمیپسندیدی یا چه میدونم سر قیمت توافق نمیکردی. اون وقت چیکار میکردی؟ گوشیش هم خاموشه. اونجوری که ما تو گوگل دیدیم این خونه یه در دیگه هم داره. فکر کنم تو کوچه بالایی باشه. شاید بعد از اون میرفتیم. آیه نورنساب اصلا از اون رفت آمد نمیکنه. شاید اف خرابه. رو هم میشه 200. قابل شما نمیدونه. 200 بچه کجا؟ بخش شو جای مرد سه کل موتورخونه رو عوض کردی. فکر کنم یکی داره در میزنه. آقا ولش کن حرفو عوض نکن. میگه مگه کل موتورخونه چقدر قیمتش همینه. من تازه واسه شما قیمت پارسال حساب کردم. داداش داری قیمت سال دیگه رو حساب می‌کنی. من سال دیگه میام در مغازه حساب می‌کنم. بابا آرمان تلفن خونه رو نداری؟ تلفن عادیشونو؟ نه ندارم. آقا اینو داره؟ نه فکر کنم باغونه. گاهی یه باغچه‌ها رو ردیف می‌کنه. سلام. بفرمایید خدمت شما. فقط نگیم سر بچه سرسبیل و کلا گذاشتید. فقط چقدر؟ خیلی کم. عزیزم مردم اینم ندارن نصفشو بهت عیدی دادم. برو حالشو ببر. آرمان. جان. ممنونم سلام سلام سلام. جناب نورنساب تشریف دارن. دیدنی داشت باوله این نیستن که خارجن آقا نورنساب. بنده صادقی هستم. از املاک کاشان سر کوچه. اه مگه چک ما ولی فردا نی؟ چک شما؟ بله. نه ها اومده خونه رو ببینید. ببخشید خونه رو این داخل سوال. بفرمایید بفرمایید. خونه چیه؟ خوش اومدید بفرمایید. بفرمایید. یه لحظه آقای صادقی. یه لحظه اجازه بدید. یه لحظه اجازه بدید. اصلا به من توضیح بدید ببینم داستان چیه؟ چیه اصلا چه خبره؟ ببینید عزیزم شما باغبونی یعنی که پیشکار آقای نورنسبی. عزیزم من مستاجرم اینجا باغبون چیه؟ شما میگید پدر جان. نمیدونم. بله شما هرچی بگین همون کاری میکنم. چشم معذرت خواهی میکنم ازش. چک ما دست شما نیست؟ کدوم چک آقا؟ چی کدوم چک؟ روز اول فروردین من داشتم میبردم ایشون رو فرودگاه. اومدیم دم بونگا تعطیل بود زنگ زدیم و طبقه بالایی که اومد ما چک رو دادیم دست ایشون. یعنی چی نیست؟ آقای صادقی قضیه چیه؟ خدا نمیدونم مهندس. من رو هم خبر نداره. ایستاشم رفتم شما اصلا بونگا نبودم. امروز هم واسه کار شما برگشتم اومدم اینجا. نیست نوری نسب به کی زنگ میزنی؟ ایران نیست آقا نوری نسب. الو سلام حسین جان. ببین آقای نوری نسب بود خونه ویلایه. آره کوچه فروردین. من نبودم چک اومده داده به شما؟ بگو با یه آقای قد بلندی اومد. چی؟ چاشونم چکو نقد کنه واسهش بفرستم؟ من دروغ ندارم بگم که مرد حسابی. یعنی چی؟ یعنی خونه رو داده اجاره؟ میام بونگا میبینمت. باشه ببینم عزیزم شما خونه رو از کی اجاره کردی؟ ما دقیقا یک فروردین اینجا مستقر. آقای صادقی ما 10 روز مونده به عید به شما پیغام دادیم که ما حتما اینجا رو میخوایم. بیانمونم که حاضر بود. مسخره شما که نیستی؟ خانم محترم مالک خونه رو ندیده و نشناخته نمیده دست مستاجر. بعدم خانم مقصر من نیستم به خدا. شما خودتون برنامه سفرتون عوض کردین. آقا ببخشید شما چند نفرین اینجا؟ ما 10-12 نفری. یعنی آقای نورنساب خونه رو به 12 نفر داده؟ ما 10-12 نفر نیستیم. ما یه زن و شوهر بچه ایم. بقیه میهمانن. منظور من اینه. برای همینه که به هیچ جا نمیرسید دیگه. عباس کاراتون هر دنبیله. درست میگه. ولی البته خب ایشون هم بنده خدا رفته سفر دیگه. شما هم بی خودی قاطی نکن. مهندس جان شما نگران نباش. من خودم یه ویلایی واسه سراغ دارم. 2 تا کوچه پایین‌تر. آقای صادقی من همینجا رو میخوام. میگم پدر جان شما یه 10 میلیون تومان داریم به من قرض بدین. من خیلی زود بهتون برمیگردونم. الو. صحبت پول که میشه قطع میشه. اسم شما چی بود؟ من فرهاد. آقا فرهاد عزیز ما اینجا یه ماه اجاره کردیم. از اول اردیبهشت شما میتونیم بیاین هرکاری دوستانی اینجا. یه ماه؟ آقای نوری نسب رفیق جینگ بنده است. اینا گفتن نداره که به من گفت آقا برام این کلیل خونه اینم شما بفهمید تو خونه راحت باشید.
بفرما اومد. ایشون هم که کسی که چکرشون دست شما. سلام علیکم. سلام. فراد جانفزار هستم. خواهرم فراد. من نادر مشیری هستم. آقای صادقی از بنگاه اومدن، بهترینای ملک و املاک منطقه هستن. خلاصین. آقا نادر. ایشون هم پسرعمه منن که گفتم که اینجا خودشون و خانومشون و بچه هستن. آ ایشون از شهرستان اومدن یا اینکه شما از شهرستان اومدید؟ ما من عذر میخوام، میشه ما داخل خونه رو ببینیم؟ شاید اصلا نپسندید. یه لحظه به من اجازه بدید، اگه میشه من یه اطلاعی بدم تو خونه. یه لحظه. رفت این کارگره؟ بله بله، 150 بهش دادم. رفت 150,000 تومان دادی به شوفاشکار؟ گریبان مردم رو گرفت. 150,000 تومان دادی به شوفاشکار؟ 100 تومان دادم. 100 تومان دادی به شوفاشکار؟ اون وقت از کجا آوردی؟ اینش واقعا دیگه مهم نیست. 100 تومان تو رفاقت و همسایه مهمه برام جان. توی این خونه بجز پوران خانوم و آقا نادر کسی دست تو جیبش نمیکنه. اینطوری از کجا آوردی؟ الان دیگه حالا ما داشتیم دادیم دیگه، مهم نیست. ما رو تو رو قرآن شرمنده نکنی. از کجا دادی؟ از صندوق دادم. صندوق. میخواستم این صندوق رو بشنوم خیالم را. حالا کی بود زنگ زد برام جا؟ آه بونگای مشتری فرستاده برای خونه. حواسم پرته باشه. مشتری فرستاده برای خونه؟ بله. یعنی بله. چی فهمیده چک پاس نمیشه مشتری فرستاده؟ یه کاری بکنم معلوم نیست. اون وقت تو راشون دادی؟ یه لحظه اجازه را دادی همه نوری نسب وقتی این خونه رو به ما اجاره داد گفت چون شما یه ماهی داری میگیری لطف کنی اگه بونگا کسی و مشتری فرستاد باش هماهنگی کنین. ما هم گفتیم آقا چشم قبول کردیم. برای وردی بهش به بعد میخواد دیگه. یعنی الان یک سری آدم غریبه آمدن وسط زندگی ما و بین زن و بچه‌مون. آقا یه سری آدم نیستن، کاری هم به زندگی ما ندارن، به زن و بچه‌مون هم کاری ندارن. اومدن دو دقیقه خونه رو ببینن. اینو ببین، اینو ببین. اردشیر درست میگه. آخه اینا کیان؟ از کجا اومدن؟ مگه خونه مال تو اینقدر به تو چه آخری زاده؟ خودت شیری میکنی. اردشیر درست میگه. اردشیر درست میگه. آقا دو تا آدمن، نمیدونم خواهر برادر یا آقا و خانوم، من خیلی محترم معقر دارم. یعنی الان دو تا آدم دارن توی حیات همینجوری ول میگردن به امان خود. خب مگه مرغن ول میگردن؟ بعد مشیری رو گذاشتم کنارشون، همه چی تحت کنترل بهرام داره هندل میکنه. آقا شما یه دقیقه با زن و بچه‌تون هماهنگ کنید، اینا بیان خونه رو ببینن، میرن، کاری ندارم. مهناز داد نزن اینجا. زنمه مهناز دیگه هم داد نزن. بابا عجب آدمیه اینا، مگه اینجا کار آسان هست؟ تو چقدر عصبی میشه تو این بالا. 5 تا اتاق داره که 3 تاش مستره، همونطور که معرف حضورتون هست. اتاقی که دستشوی همون داره به طور کلی مسترا داره بشینم مست. ببخشید مزاحم شدیم، من فرانک هستم. خلیل‌زاده هستم. آتوسا خوشبختم. کیان هستم. کیان که اسم پسره؟ نه خانم، هم اسم دختره هم اسم پسره. گاهی هم میگن کیان خانواده. آه ببخشید، چون از اون اومدم اصلا این چیزا رو نمیدونم. بفرمایید. ناقابله. ما شکلات نمیخوایم. ممنون. چرا نمیخواین؟ خیلی هم عالی. دستتون دادن، من فشارم افتاده بود. خیلی ممنون. از آب گذشته است. ما نمیدونستیم شما اینجایی، ولی حتما دست خالی نمیومدید. مشمولو نداریم. بله، این اتاق کوچیک اتاق همین بچه هاست. خیلی هم کوچیکه، برای همین میتونی از انباری استفاده کنی. خدمی هشم کارگر چیزی بکنید شون تو در صورت. میگم هیچ کنم از این اتاقا تراس نداره. ای وای نفرمایید، اون اتاق تراس داره، اتاق خود بندم تراس داره. فقط خانمم هم آب ماه. اگه اجازه بدید من بعدا این اتاق به شما نشون بدم. ولی اون اتاق الان میتونن بچه‌ها یکی بخوابن. خانم بگی منو نگاه. بله من الان میرم. خانم آخه کی اول صبح میاد اینجا ملک ببینه؟ نگاه کن چه پفی کردم. اومدم ملک رو ببینم. پارینا جون نیومدن شما رو ببینن که. خوشگلم. کسی که پول داشته باشه اجاره اینجا رو 1 سال جلو بده حتما میتونه آپارتمان بخره. این دوتا اتاق هم که صاحباش پایینن الان میان بالا. فقط من جسارتا شما چند نفری؟ ما فعلا 2 نفری. 2 نفر اینجا براتون بزرگ نیست؟ نه چون ما قراره اینجا رو شورومش بکنیم، به همه اتاقاش احتیاج داریم چون قراره آفیس هم داشته باشه. آفیس؟ عجب نکته اشاره کردی. من خودم چقدر تلاش کردم برای خودم و همسرم در اتاق آفیس داشته باشیم. متاسفانه املاکی مطابق. برو ببین کیان کجاست. Nice to meet you, Mrs. Faranach. Nice to meet you. Oh my God. برو. برو به بقیه هم بگو. چشم. فشارت افتاده؟ میخوای؟ آم
دم در منتظرتونم. یه لحظه من این آقای صادقی رو ببینم. ببخشید اومدم خدمت شما. یه لحظه اتاق رو ببینیم. من رو رسیدا کنم. بریم بگیم بیان تو. بودو. بفرمایید. سلام. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. روز شما بخیر. ببخشید مزاحم شدیم. نه خواهش می‌کنم مزاحمت چیه؟ شما ببخشید اینجا خیلی به هم ریخته است. نه اینجا دفتر کار من از صبح تا شب همتون مشتری میاد میره. من فرصت نمی‌کنم اینجا رو مرتب کنم. چقدر جالب شما اینجا رو کردین آفیس. آره اینجا رو کردم آفیس. البته ما دو تا آفیس داریم، یکی تو خود مجتمع برای مشتریای عادی، اینجا رو هم گذاشتیم برای واحدهای خاص و مشتریای خاص. پس شما تو کار ساختمون سازی هستید؟ بله بله، این پلانا هم که به دیوار میبینید مال پروژه جدیدمونه، تو یکی از بهترین و خوش آب و هواترین مناطق تهران. کجا؟ خلیزین. چی؟ خلیزین. ببخشید کجا؟ خلیزین. ببخشید پلاه به کجا راه داره؟ اون بالا هم یه اتاق کوچیک زیر شیروانی هست. تشریف ببرید ببینید. با اجازه. خواهش میکنم. منم میام نشونتون میدم. ببخشید شما خیلی وقتی که اینجا زندگی میکنین توی این ساختمون؟ شما میخواین اینجا رو اجاره کنین؟ میخواستیم ولی الان دیگه نمیدونیم چطوری میشه. نه شما اشتباه میکنی اجاره میکنی. اشتباه میکنی، پولتو دور میریزی اگه اجاره کنی. تو باید پولتو بذاری توی ملک. الان سود تو ملکه. آخه ما که اینقدر پول نذاریم اینجا رو بخریم. من اینجا رو نمیگم، اینجا اصلا به درد نمیخوره. سر و صدا داره، ترافیک داره، آلودگی صوتی داره، آلودگی هوا داره. بیاین من خودم دو تا واحد تو مجتمعم بهتون میدم، یکیشو بکنین آفیس، یکیشم برین توش زندگی کنین. فکر بعدی هم نیست، با تعریفایی که سرکار خانم میکنم من بعدم نمیاد پروژهشون رو ببینم. اصلا همین فردا بیاین ببرمتون اونجا، خودم یه واحد تو پت هاوسم بهتون میدم. پشت پنجره که میستید میتونید یه کله قلعه حسن خان و چهار دنگه رو ببینید. آخ جون من عاشق قلعه حسن خانم. فرانک میدونه بچگی دوست داشتم که خونمون اونجا باشه. جدا میگین؟ که قرارشو بذاری؟ یعنی چی نرم بانک؟ آقا کی گفته شما نری بانک؟ ایشون میگن یعنی مثلا زور به بعد تشریف ببریم بانک. آقا اصلا شما شماره آقای نوری نسا بگیریم، من خودم باشون صحبت میکنم. مسئله ای نداریم که 10 میلیون شو فردا براشون حواله میکنم، 10 تومن دیگه شون 2-3 روز دیگه. شما که 20 تومن پول نداری چرا اومدین همچی خونه به این درندشتی رو گرفتین؟ شما این مهمونات رد کن برگردن شهرستان، من خودم یه کوچه پایینی یه خونه بهت میدم، لاکچری لایک آغازو ترتمیز مای 2 تومن. اینجوری هم مشکل شما حل میشه، هم نوری نسب خیالش بابت خونه راحت میشه، هم یه چیزی گیر ما میاد. موافقین؟ آقای صادقی جون مهندس الان میام. من فقط موندم تو برای چی مشتی انقدر گیجبازی در میاری؟ من گفتم تو یه آقای یه خانم یه بچه است، بقیه همه مهمونیم. چه گیجبازی در میارم؟ برام فهم کن انقدر گاگولن که نفهم 5 تا خانواده دارن اینجا زندگی میکنن. الان به این صادقی میگن، اینم راپورت میده به نوری نسب، چک تو هم که پاس نمیشه، با اردنگی پرتم میکنم بیرون. من تعجب میکنم آخه همچی توفه یه نیستیم خونه. با همین پول من یه خونه بهت میدم لاکچری و ترتمیز. آقا کاری که بهت میگم و انجام بده، فقط برو یه کاری کن بشین. برو. ببخشی مهندس. میگم این مهندس جانفضا میگه اگه امکانش باشه، البته اگه شما موافقت کنین اونم اینجا با شما بمونه. بمونن اینجا پیش ما بمونن؟ مگه نمیبینی مهندسین هم مهمون دارن، کجا بمونه؟ عزیز من مهندس، شما اسم دوستمون رو فراموش کردم. من اسم بهرام. آقا بهرام بالاخره شما که 5-6 خانوار اینجا هستیم کنار هم، هر کدومتونم یه اتاق دارین رو دارین با هم زندگی میکنین. چی میگه اینا؟ خب اونا هم بیان کنار شما یه اتاق بهشون بدین با شما زندگی کنن، اینجوری هم مشکل شما حل میشه هم مشکل اونا. موافقین دیگه؟ نه مشکل ما چجوری حل میشه؟ مشکلی ما معرفی چه مشکلی؟